هفته گذشته و در پایان دور پنجم مذاکرات وین طرفین از پیشرفت در گفتگوها و رسیدن به مرحله حساس گفتند و اینکه با باقی ماندن برخی مسائل مهم نیاز است تصمیم های سختی گرفته شود گزارشی از گیتا آرگن در این باره بیش از دو ماه از شروع مذاکرات وین می‌گذرد و دور ششم آن شروع شده است. در پایان هر دور آمریکا و ایران میگویند پیشرفت داشته اما مسائل عمده باقی مانده و زمان تصمیم گیری های سخت است علی واعز مدیر پروژه ایران در اندیشکده گروه بین المللی بحران معتقد است که دو طرف باید تصمیم های دشوار بگیرند ایران باید بپذیره که به هر حال بازگشت به شرایط پیش از خروج آمریکا از برجام به صورت مطلق ممکن نیست یعنی نمیشه تمام تحریم هایی که از در چند سال گذشته وضع شده بر ایران اینها رو برداشت بعضی از این تحریم ها رو آمریکا منافاتی در اونها با تعهداتش تحت برجام نمیبینه و آمریکا هم نهایتاً باید بپذیره که برنامه هسته ایران واقعا به شرایط پیش از خروج آمریکا از برجام بر نخواهد گشت برای اینکه به هر حال ایران پیشرفتایی کرده به در زمینه تحقیق و توسعه که اینها واقعا بازگشت پذیر نیستند مارشال بلینگزلی پژوهشگر ارشد در اندیشکده هاتسون معتقد است بیشک جمهوری اسلامی ایران خواسته فرای برجام دارد اما او به طور کلی مخالف مذاکرات برای بازگشت به با آن توافق است به نظر او تمرکز باید بر تبعیت ایران از پیمان عدم تولید و گسترش باشد So the of the JCPOA... عدم کارایی برجام به طور علنی مشهود است. می بینیم که تمامی کشورهای دارای توانایی اتمی تحت NTP یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین حاضر نیستند عدم تبعیت ایران از آن پیمان را پیگیری کنند. همکنون ایران در نقض توافق ایمنی با آژانس است. این کشورها این امر را نادیده می گیرند. و تازه نه تنها به دنبال توافق جدیدی نیستند بلکه میخواهند به توافق پیشین بازگردند که بسیار نگران کننده است با سانتریفیوژهای های پیشرفته ایران که یکی از موارد اختلاف است چه می شود کرد بنابراین یا ایران باید تعداد سانتریفیوژهای های نسل اول رو کم بکنه که جبران بکنه برای این قابلیت اضافه که به دست آورده یا باید میزان انباشت غنی شده زیر 300 کیلوگرم بره و یا اینکه به هر حال حاضر باشه این های پیش پیشرفته تر رو نه فقط جمع بکنه بلکه از بین ببره و اینها همه تصمیمات دشواری هستند برای ایران نه فقط از لحاظ فنی بلکه به خصوص از لحاظ سیاسی و اون طرف در مورد تحریم ها هم تقریبا شرایط مشابهی وجود داره ایران از ابتدا اصرار داشت که نخست باید آمریکا تحریم ها را لغو کند و در جریان مذاکرات هم اضافه کرد پیش از آنکه خود اقدامی کند باید لغو تحریم ها راستی آزمایی شود بودن ایران در لیست سیاه FATF می تواند یک مانع برای این راستی آزمایی باشد بیلینگزلی چهار سال معاون وزیر خزانه داری در امور مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و دو سال رئیس FATF در دوران پرزیدنت ترامپ بود. به گفته او حتی تصویب کنوانسیون پالرمو و توافق FATF شاید مشکل را حل نکند. هنگامی که من معاون وزیر خزانه داری بودم و روی این مسائل کار می کردم دیدم که جدای از توافق سال 2015 بیشتر شرکت های چند ملیتی به این دلیل که تا چه حد فساد و مقررات اداری در هر نوع داد و ستت تجاری با این رژیم وجود دارد از سرمایه گذاری در آن کشور حذر می کردن و متوجه شدم که فساد تا چه حد در آن کشور گسترده است با وجودی که تصویب قانون پیوستن ایران به این دو پیمان بین المللی اجرای آن را از سوی جمهوری اسلامی تضمین نمی کند به نظر آقای واعظ حداقل از فهرست سیاه دیگری در می آید. تنها راهی که به گمان من وجود داره این هست که بلا فاصله بعد از موافقت در مورد یک نقشه راه برای بازگشت به برجام ایران هم قوانین FATF رو بپذیره و سعی کنه که از لیست سیاه FATF خارج بشه در غیر این صورت بدون شک دسترسی به منابع مالی مسدود شده ایران در خارج از کشور همچنان حتی اگر آمریکا تحریم ها را برداره با موانع بسیار عمده مواجه خواهد بود و همچنین دسترسی به درامت های نفتی که با رفع تحریم ها مجددا صادرات شروع خواهد شد ولی دسترسی به منابع اون به گمان من تا وقتی که ایران روی لیست سیاه FATF هست با مشکل مواجه خواهد بود اخیرا تمیر پاردو یکی از رؤسای سابق سازمان اطلاعات اسرائیل موساد از بنیامین نتانیاهو انتقاد کرد که به طور علنی از دولت بایدن در سیاستش نسبت به ایران انتقاد کرده به نظر علی واعظ دولت جدیدی که در اسرائیل در مسند تصمیم گیری خواهد بود با همان اهداف دولت های پیشین فقط با لحن ملایم تر و در پس پرده با واشنگتن مسائل جمهوری اسلامی ایران را پیگیری خواهد کرد و مارشال بلینگزلی هم امیدوار است که سیاست کلی اسرائیل برای جلوگیری از اتمی شدن ایران جدای از مذاکرات واشنگتن با تهران تغییر نکند گیتا آریان صدای آمریکا